خب بچه های گلم مجددا سلام، انشالله که حالتون خوبه. بریم سراغ بررسی سوالات 319 تا هلوش 380 که نموداره. نمودار اول یه نمودار سرسره است. گفته که نمودار کدام گزینه نمودار تابع این است. سرسره است اولی ریشه اولی چنده بچه ها؟ اولی دو، دومی یکه. پس از دو به یک، پس چون از دو به یکه یعنی نزولیه، ولی خب یک اوله دیگه، یک اوله بعد دوه، پس میشه گزینه دو. مشخصا با یه نگاه باید میگفتی گلدون منفی یک و یکه، متقارن هم هست، فاصله شون دو واحده، پس دو تا هم باید بیاد بالا. به این توابع میگن زوج، توابعی که نسبت به محور ایگرک ها قرینه هستن بهشون میگن تابع زوج. سوال بعدی سوال 321، کدام گزینه نمودار x قدر x؟ x قدر x میشه لور چاق. گزینه 3 البته باید یه ذره بازتر باشه. سوال بعدی قدر مطلق x2 منهای 3x، x2 منهای 3x میشه x در x منهای 3. اون قسمت پایینی میاد بالا میشه شکل شماره، شکل گزینه 4. سوال بعدی دوباره یه گلدون، گفته کدام یکی از تساوی‌های زیر صحیح است. این fx بزرگتر مساوی 2ه، گزینه 3. سوال بعدی مساحت محصور بین گلدون و خط ایگرگ مساوی 7. بین گلدون و خط ایگرگ مساوی 7. بچه یه زوزنقه تشکیل شده. گلدون منفی 2 و 1 ریشه هاش، پس این فاصله 3. اون زوزنقه تو 7ه. حالا بچه شیب این 2ه. شیب 2ه. از 3 به 7 4 تا اومده بالا. پس 2 تا رفته جلو. وقتی 4 تا اومده بالا، یعنی شکل خوبی نیست البته ها. من بذار براتون بکشم قدر مطلق x منهای 1، قدر مطلق x به اضافه 2 اینجا براتون میکشم. خب x منهای 1 x به اضافه 2، یعنی ریشه ها منفی 2 و 1، ریشه ها منفی 2 و 1، 3 واحد به اندازه ریشه ها میرن بالا، اینا رو به هم وصل میکنم. حتی شکلی که شما دارید خوبه اینجا، چون کشیده شده واسه پاورپوینت اینطوری شده. خب شیب این بره من دوه، یعنی شیب این قسمت سبز دوه، یعنی یه دونه جلو میرم دوتا میره بالا. شیب این قسمت قرمز منفی دوه، یعنی یه دونه عقب برم دوتا میره بالا. همیشه اینطوره دیگه، اثبات هم کردم بهتون گفتم. حالا گفته با خط ایگرگ مساوی 7، این 3 4 5 6 7، یعنی الان 4 تا اومده بالا، پس 2 تا رفته جلو، یعنی این یکه این میشه 3. اگه ریشه شو میخواست این منفی 2 2 تا اومده عقب، این میشه منفی 4. پس طول این قاعده میشه از منفی 4 تا 3، یعنی به اون فاصله 3 4 تا اضافه شد، شد 7. پس این حالا این همیشه اینطوری نیست بچه ها، که حالا همیشه هم اندازه اون ایگرگ مساوی 7 اندازش اینجا شد 7. مساحت زوزنقه چیه؟ یه دانش آموزی داشتم از شمال اومده بود، ازش پرسیدم مساحت زوزنقه، گفت دو قاعده جمع می شود در ارتفاع و ضرب می شود تقسیم بر 2 می شود. بعد من همیشه یادم مون دیگه، یعنی از اون موقع قضیه مال اوایل دهه 80ه. دو قاعده جمع می شود میشه 10 در ارتفاع و ضرب می شود، ارتفاع این فاصله از 4 میشه 40 تقسیم بر 2 میشه 20، یعنی گزینه 2. بریم سراغ سوال بعدی. دوباره یه گلدون، حالا گلدون مساوی 4، کف گلدون چنده؟ 2 و 3. کف گلدون 1 که مساوی 4 دو تا ریشه داره، تعداد جواب ها میشه 2. گفتم اگه خط زیر کف باشه جواب نداره، تو کف باشه بی شمار، بالای کف باشه دو تا جواب داره. مجموع جواب های معادله این، مجموع نه مجموعه، مجموع یعنی جمعشون. خب کف گلدون چنده؟ 1 تا 3 کف گلدون 2 مساوی 5 رفته بالا دیگه. کافیه بچه یه شاخه رو پیدا کنی، این شاخه شیبش 2ه. شاخه سمت راست یعنی قدر مطلقا خارج میشن، شاخه سمت راست یعنی میان بیرون، میشه x منهای 1 بزاف x منهای 3 میشه 2x منهای 4 مساوی 5. 2x میشه 9، x میشه 9 دوم 4 و نیم، این 4 و نیمه. 1 و نیم این ور رفته جلو، پس این ورم 1 و نیم میاد عقب، میشه منفی نیم. 4 و نیم منهای نیم میشه 4، یعنی گزینه 4. نمودار این محورهای مختصات رو در چند نقطه قد میکنه. گلدون منهای 4، گلدون کف گلدون منفی 2 و 1 3 واحد بوده، 4 تا اومده پایین، یعنی یه دونه اومده پایین. محور مطلق در چند نقطه قد میکند؟ مشخصا در دو نقطه. چی؟ آها محورها، محورها
محور عیسی در دو نقطه بود، محورها میشه سه نقطه، چون محور گریگور هم داره قطع میکنه. حالا این چیه کمتری مقدار؟ اینم یه گلدونه، از یه دوی اونم میتونی فاکتور بگیری، از یه دوی اونم فاکتور بگیری میشه x منهای 3 دوم، یعنی ریشه ها میشه 0 و 1 و نیم، 0 و 1 و نیم فاصله 1 و نیمه، میره بالا 1 و نیمه، یه ضریب 2 داره میشه 3، پس کمتری مقدارش میشه 3، ضریب 2، پس این گلدونیه که ضریب 2 گرفته، دو برابر شده. خیلی قشنگ بود این حل. دوباره گلدونی که ضریب 2 کمتری مقدار، ریشه اولی چنده؟ منفی 5 دوم، منفی 2 و نیم، ریشه دوم چنده؟ 1. منفی 2 و نیم تا 1 چقدر؟ 3 و نیم واحد فاصله است، منفی 2 و نیم تا 1 3 و نیم فاصله است، میره بالا میشه 3 و نیم، ضرب در 2 میشه 7، پس کمتری مقدار چنده؟ 7. این دیده نموداری، یعنی این معادله این چند جواب دارد. خب کفو باید پیدا کنیم، ریشه اولی چنده؟ 3x منهای 2 2 سوم، ریشه اون چنده؟ منفی 1 سوم، از منفی 1 سوم تا 2 سوم میشه 1 واحد، میره بالا میشه 1، ضرب در 3 میشه 3، پس کف 3 مساوی 3، بی شمار جواب داره، بی شمار جواب داره. آخ آخ آخ، اینجوری حل میکنی؟ اینجوری حل میکنی؟ مجموع جواب نامعادله. گلدون کوچیکتر از 6، گلدون کوچیکتر از 6، بعد گلدون رو با 6 قطع بدم، گلدون هم میشه چی؟ منفی 2 و 5 ریشه، کف گلدون من 7ه، 6 پایینه، این گلدون هم میشه بزرگتر از 6ه، هیچ وقت توهی، گزینه 3. اینطوری میبینید؟ این دیده نموداری یعنی این، دیدن یعنی این. اگر x در بازه آتابه قرار داشته باشد، آنگاه گلدون کوچیکتر از x، گلدون رو میکشم، x هم میکشم، ببینم کجا دارن همدیگر رو قطع میکنن، گلدون رو میکشم، x نیمساز هم میکشم، بسیار ساده. بذار بکشم براتون. گلدون هم چیه؟ x منهای 1 x منهای 2، x منهای 1 x منهای 2، چون شکل واضح نیست من براتون میکشم. ریشه های گلدون 1 و 2، 1 2 فاصله 1، به اندازه فاصله میرم بالا، شیب منهای 2 و 2 دیگه، بذار بعدش زش شد، اشکال نداره. اینم نیم ساز، اینم y مساوی x. خب کجا قطع کرده؟ تو 1 قطع کرده، اینم باید x مساوی این بذارم دیگه. خب هم مشخصه این نقطه چنده دیگه، این الان 3 دو تا رفته بالا، این به ازای 3 دو تا شیب 2 بوده، یعنی این نقطه 3 و 3 دیگه، اینجا هم دیگه قطع کردن دیگه، فاصله میشه 1 تا 3 میشه 2 واحد، طول باز اینا 1 تا 3. یعنی شکل خوب بکشی از هزاران کلمه و جبر با ارزش تره. قدر مطلق x منهای 1، قدر مطلق x منهای 1، همون گلدون معروفی که در بازه آتابه موازی محور x ها می باشد، منفی 1 تا 1، ماکسیموم به منهای 2 واحد. مرکز تقارن، مرکز تقارن مثلا دایره مرکز تقارن داره، مثلا گلدون تقارن مرکزی نداره، تقارن محوری داره، ولی سرسره مرکز تقارن داره، مرکز تقارن سرسره بین ریشه هاشه، یعنی همیشه تو سرسره رو میکشی از وسط اینا میگذره، از وسط اینا، یعنی مثلا مثال میزنم بهت، یه چیز خیلی قشنگ میخوام بهت بگم برات، اگه گفته بود قدر مطلق x منهای 2 مساوی قدر مطلق x به اضافه 1 جوابش چی میشه؟ تو میتونی بیاری این بر بگی میشه منهای این مساوی صفر، این سرسره است، جواب دقیقا وسط ایناست، وسط ایناست، این منفی 1 این 2، وسط منفی 1 و 2 میشه نیم، یک و نیم یک و نیم، جواب معادله فقط عدد 1 دومه، فقط اگه حل کنی متوجه میشی دیگه، نمیخواد هیچ کار دیگه ای انجام بدی. طول خط شکسته یه نمودار، آیا سرسره است؟ قدر مطلق x منهای قدر مطلق x منهای 1، میخوام براتون بکشم، در بازه منفی 3 تا 3، قدر مطلق x منهای قدر مطلق x منهای 1، ریشه اولی 0، ریشه دومی 1، از 0 به 1 صعودیه، 0 بدم میشه منفی 1، 1 بدم میشه 1، از این وسط میگذره و وسطشون میگذره، گفتم از منفی 3 تا 3، طول خط شکسته، این طول که 3 واحده، از منفی 3 تا 0 3 واحده، این هم که از 1 تا 3 2 واحده، میمونه این، این هم که یه وتر یه مثلث قائم الزاویه است، 1 این هم 2 میشه رادیکال 5، پس میشه 5 به اضافه رادیکال 5، یعنی گزینه 1. سوال بعدی، فاصله نزدیکترین نقطه منحنی قدر مطلق x منهای 4 تا مبدأ مختصات. آقا قدر مطلق x منهای 4
یعنی قدر مطلق x 4 تا میره جلو. ببین شکل خوبه تقریبا. قدر مطلق x 4 تا رفته جلو. نزدیکترین نقطه تا مبدا این نیست، اینه دیگه. نزدیکترین فاصله فاصله عموده. عمود یعنی این. ببین وقتی این عموده، چون این شیب چون منفیه که این زاویه 45 درجه است. این عمود 90، پس اینم 45 درجه است. پس الان یه مثلث قائم و زاویه یه متساوی و ساقینه. این 4ه. وترش 4ه. وتر وقتی از لا آ باشه وتر میشه آ رادیکال 2، یعنی آ رادیکال 2 شده 4. پس آ بوده 4 به روی رادیکال 2، که اگر صورت و مخرج رو ضرب در رادیکال 2 کنم و گویا کنم میشه 2 رادیکال 2. میتونستم من بگم اینجوری نشون بدم، بگم خب این 2ه، این 2ه، پس این 2 رادیکال 2ه. اینم خوشگل بود. یه بار دیگه میتونستم بگم این 2ه، این 2ه، پس این 2 رادیکال 2ه. یعنی گزینه 3. ببین چه چیزایی داری یاد میگیری اینجا. اونایی هم که خیلی پایه‌ای ضعیفن و الان تازه اولین ویدیویی دارن نگاه میکنن، باید برید تو سایتم 6 تا 20 دقیقه اول سایت که آموزش ریاضی از زیر صفر دادم و ببینید تابع ایشون در کدام نواحی قرار دارد. قدر مطلق x به معنای 1 به اضافه رادیکال 2 تونای 1 و 2 دیگه میاد بالا دیگه، تونای 1 و 2. سوال بعدی چند تا نمونه داره زیر نادرست است. قدر مطلق x به معلومه غلطه، x به معنای 2 x اون وره ریشاش 0 و 2، این منفی 2 و 2. قدر مطلق سینوس، قدر مطلق سینوس درسته چون سینوس این شکلیه، قدر مطلقش هم پایین اومده بالا درسته. قدر x منای دو تا آره درسته، این f قدر مطلق x، x تو منای 2 x اون بر بود، چپی پاک شده راستی قرنه شده چپ. پس اینجا یه دونه غلط داریم. لوگاریتم قدر مطلق x باید این ورم باشه، غلطه. سینوس قدر مطلق x هم غلطه، بس سه تاش غلطه، گزینه 3. چی؟ این غلطه، اونم غلطه، سه تاش غلطه. چرا گزینه 2؟ خب اون غلطه، سینوس درسته. خب این داره میگه چند تا غلطه؟ داره میگه دو تا غلطه. گزینه 2 چند بود؟ دو تا غلطه. خب این که درسته، این که درسته. خب این غلطه کشیده نشد، اونم غلطه دیگه، پس میشه سه تا غلط دیگه، پس میشه سه تا غلط. آره سه تا غلط دیگه. نمیدونم چرا گزینه اشتباه خورده بود. محیط ناحیه محدود به نمودار ایشون و محور ایکس ها، منفی قدر مطلق x به اضافه 3 با محور x ها، منفی قدر مطلق x به اضافه 3، همین صحبت که الان کردم، 3 تا رفته بالا، 3 3 3 رادیکال 2، 3 رادیکال 2، پس 2 تا 3 رادیکال 2 میشه 6 رادیکال 2. این پایین هم 3 و 3 چنده؟ 6. 6 به اضافه 6 رادیکال 2، یا 6 در 1 به اضافه رادیکال 2، یعنی گزینه 4. مساحت محدود به 2 منای قدر مطلق x دوم. ببین من انبساط انقباض هنوز به شما درس ندادم که قدر مطلق x باز میشه میشه x دوم، ولی شما میخوای قدر مطلق x دوم رو بکشی، اول y مساوی x دوم رو میکشی، x دوم شیبش 1 دومه دیگه، y مساوی x دوم یعنی هر دوتا ای که میره جلو یه دونه میاد بالا، y مساوی x دوم، این x دوم، اینم این برش. حالا قدر مطلقش هرچی پایینه میاری بالا. حالا قرینش برش میگردونی به اضافه 2، دوتا میبری بالا. این شکل خوب نیست، شیبش خوب، اون شکل خوبه. پس قرینش به اضافه 2، بذار شکل خوب بکشم. قرینش که اینه، خط چین میکشم قرینشو، به اضافه 2 دوتا میاد بالا، این 1 این 2، دقیقا نقاط درسته، این 4ه، اینم منفی 4ه. حالا چیو خواسته؟ مساحت، قاعده 8 ارتفاع 2ه، مساحت میشه 8، یعنی گزینه 3. منحنی های x2 و 1 به روی قدر، ببین 1 به روی قدر x همون قدر مطلق 1x سومه. شما 1x سومو باید بلد باشی دیگه، من بهتون 1x سومو حتما گفتم، اگه نگفتم الان دارم میگم. این y مساوی 1x سومه، قدر مطلقش هرچی پایینه میاد بالا، فرقی نمیکنه f قدر مطلق x هم بکشی دوباره چپ پاک میشه، دوباره همون میشه. این 1 به روی قدر مطلق x، x2 هم اینه. نمودار در چند نقطه متقاطعن؟ دو نقطه. بسیار راحت، یک ایکسومو گفتم بهتون. نمودار تابیت، آره دیگه داشتم هموگرافیک و نامعادله و اینا رو میگفتم، گفتم نمودار تابیت 2x به اضافه قدر مطلق ایکس، یه تیکش قدر داره یه تیکش نداره، چیکار میکنیم؟ اون قدر مطلقه یه ریشه داره، ریشهش 1ه، یه ریشه قدر مطلق دو بازه ایجاد میکنه، قبل 1 بعد 1،
شرط بندی کردم بعد از یک شده 3x من، قبل از یک شده x به اضافه 1. همه اینا قیافاشون اصلا بدون اینکه هیچ کاری هم بکنی میتونستی بگی این گزینه است، چون معلومه 2x و x میشه 3x. همه اینا میشکنن با یه زاویه‌ای، میشکنن اینا قطعا نیستن و تجربه داشتی سری میگفتی سینوس x به اضافه قدر سینوس x. خیلی تابع مهمیه این، خیلی تابع. دوباره یه تیکه قدر داره، یه تیکه نداره، بازش میکنم. دوباره سینوسی رو این شکلی درس ندادم ولی حالا بهتون میگم دیگه، فصل مثلثات بهتون میگم. تو جایی که سینوس مثبته از 0 تا پی، ناحیه اول و دوم که سینوس مثبته خودش میاد بیرون، سینوس x با سینوس x میشه 2 تا سینوس x. از پی تا 2 پی که سینوس منفیه قرینش میاد بیرون میشه 0. پس از 0 تا پی میشه 2 تا سینوس، از پی تا 2 پی میشه 0. از 0 تا پی 2 تا سینوس، از پی تا 2 پی 0، یعنی گزینه 2. بازم دیدی شکست. همیشه تو ریشه ساده داخل قدر مطلق منحنی ها میشکنن ولی پیوستن قطع نمیشن، همونجا تو اون نقطه میشکنن. مسئله چهار ضلع الان میخونیم پیوستگیش و ایناش. مسئله چهار ضلعی حاصل از نمودار دو منهای قدر مطلق است و قدر مطلق است منهای 2. دو منهای قدر مطلق است، قدر مطلق است منهای 2، یه مربع میشه شبیه لوزیه. بکشم براتون ببینین. دوی منهای قدر مطلق x، قدر مطلق x منهای 2، قدر مطلق x منهای 2 اینه. ببین دو تا اومده پایین، شیبا یکه، یعنی الان این 2 این منفی 2 این منفی 2. حالا دوی منهای قدر مطلق x یعنی منفی قدر مطلق x به اضافه 2، یعنی منفی قدر مطلق x دو تا میره بالا، بازم همینه. ببین این هم تو میگه لوزیه، خب ولی مربع دیگه. ببین مربع لوزیه ولی لوزی لزوما مربع نیست. مربع متوازی الاضلاعی که همه چیش برابره، لوزی متوازی الاضلاعی که فقط چهار ضلعش برابره. الان این لوزیه، اینم لوزیه، اینم لوزیه، ولی دیگه مربع نیست. خب اینا چیه؟ دو 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 رادیکال دو، پس اضلاع این دو رادیکال دو دیگه، درسته؟ پس میشه دو رادیکال دو به توان دو، میشه 4 دو تا 8 تا. یه راه دیگه هم دو تا مثلث که دیگه میگفتی 4 ضرب در 2 تقسیم بر 2 که میشه 4، اون پایینم 4 میشه 8، فرقی نمیکرد، جوابش یکی بود. نمودار قدر مطلق x دو منهای x با خط چار y مساوی 1، یعنی y مساوی 1/4، چند نقطه مشترک دارن؟ 1/4. قشنگی این سوال اینه، تو وقتی x دو منهای x رو میکشی عرض رست میشه منفی 1/4، وقتی قدرش رو رست میکنی میاد بالا میشه 1/4. پس اینجا تو به 1/4 میرسی، یعنی وقتی قدرش میاد بالا اینجا عرض نقطت 1/4. حالا وقتی که خط y مساوی 1/4 میاد قطع میکنه تو یه نقطه مماس میشه، اینجا ریشه مضاعفه، دو تا ریشه ساده هم داره، پس در سه نقطه در واقع داره قطع میکنه. سوال بعدی، مساحت محدود بین نمودار توابع قدر مطلقه است. ببین اینا برای اینه که تو ریاضیت عالی بشه، پایه‌هات قوی بشه. مساحت محدود بین نمودار تابع قدر مطلقه است و قدر مطلقه است به اضافه 4 و محور x ها، قدر مطلق x، قدر مطلق x از 4، 4 تا عقب تره و محور x این شکل این پایینه. شیبا همون 1 و منفی 1 هن، میشه 4 ضرب در 2 تقسیم بر 2 که مساحت میشه 4. دوباره اگر مجموعه فلان دامنه تابع x2 به اضافه 3x باشد، یعنی داره تابع x2 به اضافه 3x رو محدود میکنه. x2 به اضافه 3x اینه. ببین تمام اینا بهانه ایه برای اینکه تو هی این تابع رو بکشی، هی ببینیشون دیگه مسلط بشی. x2 به اضافه 3x اینه. گفته x2 به اضافه 3x رو در بازه منفی 2 تا 2 میخوام. x2 به اضافه 3x ریشه هاش که منفی 3 و 0ه. گفته من اینو در بازه منفی 2 تا 2 میخوام. این منفی 3. بعد منفی 2 بهش بدم. خب رأسش که منفی 3 دومه. رأسش اینجاست. منفی 2 بهش بدم میشه اینجاها. خب بازم است. تا 2. اینم که 0، 2 هم بهش بدم میشه اینجا. حالا میگه این چیه در این بازه؟ تو داری میبینیش دیگه، هر سوالی بپرسه کمترین مقدارش بیشترین مقدارش سعودی نزولی بودنش چی میگه؟ برد قدر مطلق fx، برد خود این میشه از اینجا تا اینجا، یعنی از f منفی 3 دوم تا f 2. حالا قدر مطلق چی میشه؟ این تیکه که پایینه میاد بالا، چه اتفاقی میفته؟ این شکلی میشه. حالا برد این چی میشه؟ دیگه نیازی به عرض اینجا نداری، میگی از صفر برد دیگه تابعه اینه، دیگه تابعه اینه. برد تو چی؟ بعدم بهتون یاد میدم، میگیم برد تابع میشه
از مین مطلق تا ماکس مطلق بعدن میخونیم تو کاربرد مشتق. منتها این بردش صفر، این ایگرگش صفره، دورم بذار توی ایکس دو به اضافه سه، ایکس دو رو بذاری میشه چار به اضافه شیش میشه ده، پس بردش میشه از صفر تا ده. بردش دیگه از اینجا نشد چون اینا بالا بودن، برد یعنی از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار، میشه از صفر تا ده. گزینه سه خود صفر هست ولی خود ده نیست. x تو منهای 1 و قدر مطلق 1 منهای x. ببین وقتی بهت میگه قدر مطلق 1 منهای x، تو قدر مطلق x منهای 1 رو اسمون فرق نمیکنه. قدر مطلق 1 منهای x با قدر مطلق x منهای 1 با هم برابرن. 1 منهای x به توان 2 با x منهای 1 به توان 2 با هم برابرن. قدر مطلق x منهای 1 منهای قدر مطلق x، یه دونه میره جلو یه دونه میاد پایین. حالا اونم که x تو منهای 1 خیلی راحت، ما خیلی از اینا کشیدیم خیلی. دوباره قدر مطلق x منهای 1 میره اونور و منفی هم پشتش میاد. منفی قدر مطلق x، قدر مطلق x منهای 1، منفی قدر مطلق x منهای 1 به اضافه 3، 3 تا میره بالا. میبینی؟ اینه. با همون شیب ها وقتی شیبات ثابته این نقاط رو راحت میتونی پیدا کنی. منفی قدر مطلق x منهای 1 به اضافه 3، 1 2 3. یعنی شیبت همون 1، یعنی الان شیبت ببین این 1ه. یعنی الان هر یه دونه بره جلو یه دونه میاد پایین، پس یعنی 4. نگاه کن هر یه دونه یه دونه یه دونه نگاه کن، این میشه دقیقاً این فاصله 3 تاست، این فاصله هم 3 تاست، این میشه منفی 2. یعنی اون تقارنه، اون فیزیک تابع حفظ میشه و تغییری نمیکنه. دوباره همون گلدون معروف، بزرگترین بازه‌ای که روی آن سعودی است. ببین اگه میگفت اکیداً سعودی میگفتی 1 به بعد، حالا گفته سعودی میشه منفی 1 به بعد، یعنی از منفی 1 تا 1ش ثابته. رسیدیم به اون سوال یک نوایی، قسمت یا ثابت هم تو صعود هم تو نزول. گفتیم تابع صعودی تابعی صعود میکنه یا ثابت، صعود میکنه یا ثابت، تابع نزولی تابعی که نزول میکنه یا ثابت، نزول میکنه یا ثابت، رمز عملیات یا ثابت، تابعی که ثابته هم صعودیه هم نزولیه. این تابع کلا چیه؟ این تابع کلا گلدون چیه؟ گلدون کلا نه صعودیه نه نزولیه، چون یه تیکه صعود داره یه تیکه نزول داره. این نزول صعود، یکی میگفتش که آه من از این لحاظ دارم نگاه میکنم صعودی، از این لحاظ نداریم، فقط از یه لحاظه جلو صراط المستقیم، جلو که میری پایین میاد. اینا رو اینجا بهت میگم، بعد تو حد تو مشتق دوره میکنیم، نه اینکه اونجا تازه یاد بگیری صعود چیه نزول چیه. نمایش x به اضافه براکت x، براتون کشیدم اینو سر کلاس تیکه تیکه. اگه میگفت چند تا بازه است میگفتی دوتا، چند تا پاره خطه، چون منفی تا 0 0 تا 1. حالا قیافش چجوریه؟ اون اولی که x منهای براکتشه، x منهای براکت x در بازه 0 تا 1 کافیه ببینی چه شکلی میشه. 0 تا 1 که براکت میشه 0، پس y میشه x، پس 0 تا 1 باید x باشه. خب خدا رو شکر اینا همه 0 تا 1 xه. منفی تا 0 باید x منهای 1 باشه. کدومش منفی تا 0 x منهای 1ه؟ منفی تا 0 اینا میشه گزینه 3. این جفتش خالی قبول نیست. تو وقتی بازه بندی میکنی توی براکتیا، وقتی میای توی اینا بازه بندی میکنی چیکار میکنی؟ چجوری بازه بندی میکنی؟ میگی آقا منفی 1 تا 0، 0 تا 1. وقتی به درس میدادم میگفتم منفی 1 تا 0، 0 تا 1، چپش پره چپش پره. x به اضافه براکت x در بازه منفی 1 تا 2 چند تا پاره خط؟ 3 تا. طول بازه، طولشون چند؟ رادیکال 2 بهت یاد دادم، ضرب اینا رو میشه 3 رادیکال 2 گزینه 4. کدام تابع 1 به 1 است؟ ما 1 به 1 بودن رو نخوندیم، ولی خب ببین 1 به 1 تابعی که اکیداً یک نواست، اولا 1 به 1 حتما، تابعی که اکیداً یک نواست. 1 به 1 یعنی خطوط موازی محور x ها بیش از یک نقطه قطعش نمیکنه. درس بعدیمون رو تو تابع میخونیم. خب ولی براکت x2 قطعا 1 به 1 نیست، x براکت x قطعا 1 به 1 نیست، x به اضافه براکت x 1 به 1ه، چون اکیداً صعودیه. این گزینه 4 جوابه. قدر مطلق x به اضافه باشه باشه، باز بگو منفی 1 تا 0 0 تا 1، منفی 1 تا 0 قدر مطلق x میشه منفی x، براکت x میشه منفی 1، 0 تا 1 قدر مطلق x میشه x، براکت x هم میشه 0. دو تا تابع تو دو تا بازه، این قیافش یه قیافه شکل کاتوره ای نامنظمی پیدا میکنه. اینجا تا عدد هم میتونستیم بدیم، آقا یه عدد بدیم اونجا ببینیم چند میشه کدوم گزینه ها. مثلا آقا الان هر 4 تا گزینه که بین 0 تا 1 یه شکلن، بین منفی 1 تا 0 مثلا یه عدد میدم، بین منفی 1 تا 0 مثلا بهش بدم منفی 1 دوم، قدر مطلقش رو 1 دوم بگیرش میشه منفی 1، 1 دوم میشه منهای 1 دوم، پس بعد پایین باشه میشه گزینه 1 یا گزینه 4. حالا بین 1 و 4 چجوری تشخیص میدم؟
اون یکی باید چپش پر باشه، پس جواب میشه گزینه 4. دو تا براکت x منهای 1 دروازه 0 تا 2. هنوز ما انبساط انقباض رو نخوندیم، اشکال نداره. 0 تا 1 1 تا 2. 0 تا 1 چی میشه؟ براکت میشه 0، پس y میشه -1. از 0 تا 1 باید -1 باشه، یعنی گزینه 1 تموم شد. فقط گزینه 1 از 0 تا 1 -1، اصلا هیچی لازم نداره. براکت x2 طول پاره خطی که نقطه 2 4 روی آن قرار دارد. نقطه 2 4 2 به این 2ه، 2 4 یعنی طولش 2، ارزش این طول این پاره خط چیه؟ من اینو تو درس بهتون گفتم، گفتم بعد از 2 میشه اولین عدد توش زد کن. ببین بعد از 1 2 نیستش، رادیکال 2 چون توی براکت x2 رو زد میکنه، بعدش رادیکال 3، بعدش رادیکال 4، بعدش رادیکال 5. پس طول این پاره خط چقدره؟ رادیکال 5 منهای 2. طول پاره خط میشه از اینجا، ببین طول پاره خط میشه این فاصله منهای این فاصله، یعنی رادیکال 5 منهای 2. نمودار براکت x دوم منهای 1 دروازه منفی 2 تا 4 از ام پاره خط x به طول ال تشکیل شده. حالا اگه خود براکت x بود 6 تا بود، حالا که براکت x دوم 3 تا است، درسته؟ این تا اینجا 3 تا، یعنی یا گزینه 3 یا گزینه 4، دو تای مرتب ام. طول اونها چقدره؟ براکت x دوم حالا یاد میگیرین که طولش دو برابر میشه x دوم. اینو به زودی یاد میگیرین، خیلی چیز راحتیه تو انبساط تو انقباض وقتی ضرایب برعکس عمل میکنن. همین اولین درس بهتون یاد میدم ضرایب برعکس عمل میکنن توی انبساط انقباض و به راحتی مشخص میشه. سطح بین نمودار براکت 4x و محور x ها دروازه 0 تا 1. براکت 4x، بچه براکت 4x، من توقع نداشتم اینو حل کنین، گفتم چون هنوز انبساط انقباض رو بهتون درس ندادم. اگه انقباض انبساط رو بخونید قشنگ میدونید براکت 4x چیه. براکت x طول بازه ها 1/4 میشه، یعنی اگر اونا رو یاد بگیرید اصلا این تست براتون آب خوردن میشه. 358 جزو تستایی بوده که میتونستید حل نکنید. دروازه چند؟ 0 تا 1. ببین خود براکت x اینه، دروازه 0 تا 1 قشنگ میخوابه روی محور x. خود براکت x دروازه وقتی میگه 4x اینا 1/4 میشه. ببین این 1/2، این 1/4 میشه، یعنی قیافش اینجوری میشه. 0 تا 1ش اینه، بعدش میشه 1 تا 2، یعنی 1/4 تا 1/2، 1/2 تا 3/4، 3/4 تا 1. این شکلیه، 3 تا مستطیله. قاعدش که عرضش 1/4، طول این میشه 1، اینم 2، اینم 3. پس این 1/4، اینم 1/4 ضرب در 2 میشه 2/4، اینم 1/4 ضرب در 3 میشه 3/4. پس جمعشون میشه 6/4 یا 3/2، یعنی گزینه 3. اینو انبساط انقباض بهتون یاد میدم، نگران نباشید. براکت سینوس براتون تو درس کشیدم، خود سینوس رو میکشیم، اول خودش، دوم داربست، سوم رنگ، چهارم پره 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 پره. ببین اینجا، اینجا پره، تقاطع و داربست ها پره پره پره، تقاطع داربسته پره، تقاطع داربسته پره. بعد حالا بین دو داربست شره، این خالی میمونه، اینا شره شره، دوباره این خالی، این خالی، دوباره شره. چند تا پاره خطه؟ 3 تا پاره خطه. نمودارش کدومه؟ شکلش به این کدومه دیگه، اون همون اولی است دیگه، گزینه 1. هر دفعه ما از 4 نگاه میکنیم 1، از 1 نگاه میکنیم 4. براکت سینوس x در بازه منفی پی تا پی از چند پاره خط و چند نقطه تشکیل شده؟ الان کشیدیم دیگه، از 0 تا 2 پی رو دیدیم، حالا منفی پی تا پی، منفی پی تا پی. این دوباره متناوبه مثل خود سینوس، یعنی شما بخوای بقیه اینو ببینی نگاه کن چه خوب شد این سواله، بقیهش اینه، نکن دوباره همونه. این نقطه میتونه باشه میتونه نباشه، فرقی نمیکنه دیگه، چون نقطه پره دیگه. یعنی حالا چون اینجا بذار، اینم بذار، اصلا اینم بذار، اینم بذار، باز همون یه پاره خطه، فرقی نداره. دوباره ببین این متناوبه، به همون شکل تکرار میشه، همینجوری این تیکه همطور همطور میره. از منفی پی تا پی گفته و چند پاره خطه؟ 3 تا پاره خطه. طولشون چقدر؟ طول اینا پی دومه، طول اینم که پیه. چی خواسته بود حالا سواله؟
گفتم چند پاره خط؟ سه پاره خط. چند نقطه؟ چی؟ چند نقطه؟ یعنی چی چند نقطه؟ چقدر مسخره. دو نقطه، سه پاره خط، دو نقطه. مثلا دو نقطه یعنی چی؟ هزار شما نقطه است. خیلی این قسمتش خیلی زایه بود. 361 قدر مطلق x در x ثانیه 2x. خب تو x های مثبت خودش میاد بیرون، تو x های منفی قرینش. تو x های مثبت x رو ضرب کنیم میشه x2 منهای 2، برای x2 منهای 2 تو x های مثبت اینه 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 قطعا، یا این منفی رو ضرب کنیم میشه منفی x2 به اضافه 2. این x2، این x2 منفی x2 به اضافه 2، منفی x2 به اضافه 2 تو x های منفی، یعنی شکل جواب میشه این. این تو x های منفیه، این فقط منفی x2 اضافه 2 این برش نیست، اونم x2 منهای 2 این سمت چپش نیست، میشه گزینه 4. به ازای کدام مقدار تابع با ضابطه فلان روی محور x ها بیشتری مقدار خود را دارد؟ ما شبیه اینو دیده بودیم، شبیه اینو همین تو بخش قبلی دیده بودیم. وقتی روی محور x ها بیشتری مقدار خود را دارد، یعنی این شکلیه و مماثل محور x هاست، یعنی ریشه مضاعف داره، دلتاش صفره، روی محور x ها بیشتری مقدار خود را دارد، یعنی این شکلیه. خب منهای 2x وقتی اونه، ببین این الان منحصر به فرده، یا باید x2 منهای 2x به اضافه 1، همین تمام، باید x2 منهای 2x به اضافه 1 باشه ولا غیر، هیچ عدد دیگه این. آه چرا میتونه نه دیگه، آره میتونست x2 به اضافه 2x به اضافه 1 باشه که همه در یه منفی ضرب شدن، همه در یه منفی ضرب شدن، یعنی منفی x2 منهای 2x منهای 1. پس این آ میتونه منهای 1 باشه، میتونه 1 باشه، مثبت و ولی چون بیشترین مقدار داره، آ منفی 1ه، چون بیشتر، اگه آ 1 بود دیگه بیشترین مقدار نداشت، کمترین مقدار داشت. میگه اگر y بین a و b، خط ایگرگ مساوی ایگرگ صفر، یعنی یه عددی بین آ مثلا 3 و 4، ایگرگ مساوی کا بین 3 و 4 مثلا باشه، نمودار تابع ایشون را قطع نمی کند. بیشتر مقدار، یعنی این نمودار اینو برو بکش ببین کجا قطعش نمی کنه. خب من یه تیکه قطع دارم، یه تیکه ندارم، باید بازش کنم دیگه. ایکس بزرگ تمساوی 2 کوچکتر از 2، مساوی 2 که نمیشه چون ریشه مخرجه، میگم بزرگتر از 2 کوچکتر از 2، بزرگتر از 2 خودش میاد بیرون میشه 2x از 1، کوچکتر از 2 قاینش میاد بیرون میشه 2x منهای 1. شکلشو باید بکشم، ببین باید شکلشو بکشم. حالا زرنگ باشی میتونی شکلو سریع‌تر ببینی، منتها چون هنوز خیلی زرنگ نشدی بکش نها کن. ببین هیچ خرجی هم نداره 2x به اضافه 1. ببین وقتی میگه x بزرگتر از 2 دیگه حتما لازم نیست بشینی تو 1 مثلا باشی به 2، اول 2 بهش بده، اول 2 بهش بده، 2 بهش بدی میشه چند؟ میشه 5، 1 2 3 4 5. حالا باشی به 2 بکشش، خود 2 نیست سوراخه، باشی به 2 بکشش، 2x منهای 1 کوچیک‌تر از 2، خود 2 رو بهش بده، خود 2 رو بهش بدی میشه 3، خود 2 رو بهش بدی میشه 1 2 3، بازم شیبش 2ه، تو صفرش هم که منفی 1 دیگه، اینا این شکلیه دیگه. تو 2 دیگه، تو 2 من گفتم خود چرا این شکلی شد، تو 2 اینم دوباره مساوی نداره، اینم منفی 1، این شکلی، این شکلیه. حالا کدوم بازه رو قطع نکرده؟ کلا کدوم بازه اگه یک بکشیم قطع نمیکنه؟ از 3 تا 5. پس اون آ و ب 3 و 5 بودن، پس ب منهای آ میشه 2 واحد، یعنی گزینه 2. خیلی خوبن اینا بهترین مثالا هستن برای باز شدن مغزت، برای شروع کردن پرقدرت تو ریاضی. یعنی من شنیدم که بعضی از همکارای معلم زیستم گفتن که آقا نمیشه زیست تو 3 ماه، واقعا کسی که از زیر صفر نمیشه، منعت بزنه 20% 30%، ریاضی رو میشه تو 3 ماه کسی که زیر صفر بزنه 60% 70%، واقعا میشه. نمودار قدر مطلق x منهای براکت قدر مطلق x، باشه یومنهای براکتشه، یومنهای براکتشه، تمام یومنهای براکت یو ها بین 0 و 1ن. حالا وقتی قدر مطلق اون وسطه، اون اول شکل باید قدر مطلق x باشه، اینه یو منهای براکت یو آ. یعنی مثلا من برات مثال بزنم، اگر گفته بود x2 منهای براکت x2، ببین این شکلی میشد، اولش این بود، بعد حالا هی اینطوری،
همینجوری آدم پیدا میکرد. این چون قدر مطلقه اون وسطیش میشه قدر. خیلی سوال خوب، مثلا 99 هم سوال اومد دیگه. این میتونیم هم بازه بازه ای بکشیش. خب قدر مطلق سه ایکس منهای قدر مطلق ایکس کلش داخل قدر مطلق. آقا قدر مطلق سه ایکس منهای قدر مطلق ایکس میتونی از قدر مطلق میشه دو تا قدر مطلق ایکس منهای یه قدر مطلق ایکس میشه دو تا. ببین قدر مطلق سه ایکس نه اینجا چجوری ره. آها بله همینه، دو تا قدر مطلق ایکس میشه دو تا قدر مطلق، میشه قدر مطلق دو تا قدر مطلق ایکس که حالا چون جامپینگ داره دو هم میاد بیرون. یا قدر مطلق دو ایکس فرق نمی کنه، دو تا قدر مطلق ایکس، قدر مطلق دو ایکس. دو ایکس رو میکشی هرچی پایینه میاری بالا. خیلی راحت حل خودش حل خوبی بود. یکی از بچه ها برام نوشته بود که استاد شاید چون حلای کتاب حلای خیلی خوبیه بچه ها نگاه نمی کنن اینا رو. گفتم خب این که دلیل نمیشه، ولی مرسی که واقعا داری اینقدر با من هم دردی میکنی. سطح محصور به تابع x منهای براکت x به اضافه 1 x منهای براکتشه یه دونه میره بالا و محور x ها. اینا رو میدونم بچه ها خیلی ضعف دارن، اینا رو من میدونم. x منهای براکتشه یه دونه میره بالا، x منهای براکتشه رو برو ببین تو جزوه، یه دونه میره بالا، اشاری خورده ای اره ای شونه ای صفر میشه ولی یک نمیشه، یه دونه میره بالا. خب این x منهای براکتشه، یه دونه رفت بالا. حالا خوب گوش کن، مساحت چقدره؟ این مساحت یکه، اینم مساحت یکه، یک و یک میشه دو، اینا هر کدوم نیمه، دوتا میشه یک، یک با دو میشه سه، کل مساحت به دست اومد سه. 367 براکت ایکس رو میارم اینور میشه ایکس منهای براکت ایکس مساوی 1/5. خیلی تستای سنگینیه ها، خیلی خوبی، خیلی خوبه این تستاها. ایکس منهای براکت ایکس مساوی 1/5، اینم خط 1/5. حالا ببین دروازه منفی 2 تا 3 چند قد میکنن؟ 1 2 3 4 5. نه 5 قد میکنه. ببین 3 4 5 دروازه منفی 2 تا 3 5 قد میکنه. پس این معادله در واقع در این بازه 5 تا جواب داره. برد تابع این براکت ایکس به اضافه براکت منفی ایکس به اضافه 2 عدد صحیح، بیرون بیا، بیرون بیا. براکت ایکس به اضافه براکت منفی ایکس 0 و منفی 1 بود، حالا وقتی به اضافه 2 میشه 2 و 1، میشه 2 و 1 2 و 1 2. این نه 1 تا 2، یعنی فقط عدد 1 و عدد 2. ایکس منهای براکتش نقطه 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 بود، پایین هم سوراخ 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 بود. ایکس به اضافه ببخشید، ایکس به اضافه براکت منفی ایکس، ایکس به اضافه براکت منفی ایکس چجوری بود؟ ایکس های عضو زد 0 بود، هر زدی بهش میدادم. ببین شناختت عالی میشه بعدن برات. ببین تو زدا 0 بود، تو نازدا منفی 1 بود، اون بالا چون 0 بود پایین سوراخ میشد، پایین سوراخ میشد. تو نازدا منفی 1 بود. 368 369. حالا گفته معادله اینا x منهای براکت x با اون، کدام مقادیر برای x قبول است؟ جواب این معادله چی میشه؟ این براکت x به اضافه براکت منفی x، حالا x منهای براکت شرم بکش، اینم x منهای براکت شه، اینم x منهای براکت شه، x منهای براکت شه، x منهای براکت شه، ببین x منهای براکت، ببین x منهای، ببین ببین جواب این معادله سبز و قرمز کجا هم دیگر رو قد میکنن؟ در x های عضو z. پس جواب این معادله سوال 369 میشه z، یعنی گزینه 3 یا x های عضو z. خب این برای یه گلدونه، اون برای یه قدر مطلق تکه، حدود x برای اینکه رابطه برقرار باشه، این گلدون مساوی اون باشد. خب اون قدر مطلق 2x به اضافه که من به نظرم میرسه یه جایی اینا به هم کاملا منطبق میشن. شکل رو کشیدم؟ نه. خب گلدونم رو بکشم، قدر مطلق x به اضافه ریشاش منفی 1 و 0ه، گلدونم ریشاش یکیش منفی 1ه یکیش 0ه. خب چون فاصله شون 1 واحده یه دونه میره بالا، اینا رو به هم وصل میکنم، این گلدون منه، این ورش شیبش منفی 2ه، این ورش شیبش 2ه، این گلدون منه. اما قدر مطلق 2x به اضافه 1، یعنی 2x به اضافه 1 رو میکشم بعد قدر مطلقش، درسته؟ هرچی پایین میارم بالا. 2x به اضافه 1، 2x به اضافه 1 میشینم تو 1، شیبم 2، یه دونه جلو 2، اینه
شش منفی یک دوم میاد پایین. حالا قدر مطلقش اون تیکه پایینی هم میاد کاملا رو شاخه ها به این خورده. چقدر سوال قشنگیه. بجز منفی یک تا صفر بقیه جاها به هم کاملا برخورد میکنن. بجز منفی یک تا صفر جواب میشه گزینه یک. چقدر زیبا، چقدر عالی، چقدر بیست. یکی از ریشه های معادله فلان عدد یک است. ریشه دیگر آن کدام است؟ قدر مطلق یک به اضافه دو به اضافه قدر مطلق یک. خب من وقتی میبینم نگاه کن یکی میتونم بگم یک صدق میکنه آ رو به دست بیارم، یکی اینه، یکی هم که آقا اصلا اینو ببین فارغ از هر چیزی، قدر مطلق x به اضافه 2 به اضافه قدر مطلق x به اضافه 4 ریشه هاش میشه منفی 2 و منفی 4، فاصله شون دو واحده، دو واحد میره بالا، دو واحد میره بالا، ببین دو واحد میره بالا، شیب این بر 2ه، شیب این بر هم منفی 2ه. خب میگه یه ریشه شده 1، این ریشه شده 1، یعنی آقا ایشون از منفی 2 سه تا رفته جلو، پس ایشون هم از منفی 5 باید سه تا بیاد عقب، پس اون یکی ریشه چنده؟ منفی 8ه. اینم یه راهه. منفی 4 بود، ای خدا ای خدا، از منفی 4 سه تا بیاد عقب میشه منفی 7. این یه راهه. یه راه همین بگی آقا یک ریشه معادله است پس یک صدق میکنه، یک کجا گذاری کنی بعد حالا آب دست میاد، بعد دوباره باز باید شکل رو بکشی دیگه بالاخره، یا یعنی اینکه حفظ باشی حدود کا، یا این شکل رو تو ذهنت ببینی حدود کا، برای اینکه معادله فلان فقط یک ریشه داشته باشد. آقا این سرسره است. ببین 2x منهای 2 2x اضافه 1 2. ببین شما از یه دو فاکتور بگیر، کلن از یه دو فاکتور بگیر، از کل تو کل معادله از یه دو فاکتور بگیر، میشه قدر مطلق x منهای 1 قدر مطلق x به اضافه 1 دوم به اضافه یک، تمام رو تقسیم بر دو دارم میکنم دیگه، میشه کامن های یک دوم، این من های یک دومه بره اونور میشه سه دوم، میشه سه دوم، پس یه سرسره به اضافه سه دوم مساوی کا شده. خب این سرسره چیه؟ ریشه این چنده؟ ریشه این یکه. ریشه این چنده؟ ریشه این منفی یک دومه. خب من یک رو بذارم توش کافیه دیگه، یک رو بذارم توش میشه یک و یک دوم سه دوم، یا منفی باشه منفی سه دوم، پس اون یکی میشه منفی یک دوم و سه دوم، حالا به اضافه سه دوم میکنم ارزشونو، پس این نقطه میشه منفی یک دوم، یک و نیم و یک و نیم سه، این نقطه میشه یک و صفر، وصل میکنم یک و صفر منفی یک دوم و سه. سه این سرسره منه، این سرسره منه، این سرسره منه. خب حالا گفته مساوی چی؟ مساوی کا، فقط یک ریشه داشته باشد، یعنی کا باید توی این محدوده بین صفر و سه باشه، یعنی گزینه دو. اینم براتون حل کردم. حدود کا برای اینکه معادله ایشون فاقد جواب باشد باید کف رو پیدا کنم، کف رو پیدا میکنم، اوکی اوکی، ریشه ها رو پیدا میکنم، ریشه این چنده؟ یک دوم. ریشه این چنده؟ منفی سه دوم. فاصله منفی کنیم تا نیم چقدر؟ دو واحده. ضریب دو داره، ضرب در دو میشه میشه چهار. کف چهاره. اگه قراره که ریشه نشه باشه این کادو منهای پنجه باید زیر کف باشه، پس این کادو منهای پنجه باید کوچیکتر از چهار باشه، پس کادو باید کوچیکتر از نه باشه، کا باید منفی سه و سه باشه، یا قدر مطلق کا کوچیکتر از سه باشه. خط x مساوی سه محور تقارن ایشونه. آقا گلدون محور تقارن داره، محور تقارن وسط ریشه هاشه، این ریشه چهاره، وقتی سه وسطه پس اون یکی دو بوده، پس این آیمن های یک باید منفی دو باشه، پس آ باید منفی یک باشه. اوف اوف اوف، آقا چه کار کردی؟ یه بار دیگه آقا دیدم، آقا دیدم، آقا دیدم، آقا آقا اینجا شیرازی گفتم، آقا آقا دیدم، آمو آمو دیدم، آمو ایکس منهای چهاره، ایکس منهای چهار ریشهش چهاره. خب بعد گفته محور تقارنش سه، وقتی ریشهش چهاره محور یعنی یه نقطهش اینه، بعد محور تقارنش سه، خب یعنی اون یکی نقطه اینه، پس وقتی اینا به هم وصل میشن این شکلیه، پس این باید دو باشه، وقتی این دوه باید این قدر مطلق ایکس منهای دو باشه، پس اینم باید منهای یک باشه، که منهای یک منهای اینا رو همه رو دیدم، دیده نموداری اینه، در کدام باز نمودار ایشون پایین تر از ایشونه،
قدر مطلق x به معنی 2x رو میکشم، 2x به معنی قدر x، 2x به معنی قدر x رو چجوری بکشیم آقا؟ تو x های مثبت میشه 2x به معنی x میشه x، تو x های منفی میشه 2x به اضافه x میشه 3x. یعنی این همچین شکلی میشه. حالا در کدوم بازه دیگه باید بکشیش؟ در بازه آتاب نامادره این برقرار است. قدر مطلق x به اضافه 1 بیشتری مقدار طول بازه رو میخواد. قدر مطلق x منهای 4 داخل قدر مطلق. ببین بچه ها، اصلاً و ابداً سخت نیست اینا شکل رو بکشید. بچه ها من تو کتاب نمیتونم همش شکل بکشم، بهتون توضیح دادم اون دفعه. من الان اینجا براتون میکشم. قدر مطلق x به اضافه 1، قدر مطلق زیاد اومد آخر. قدر مطلق x منهای 4، خود قدر مطلق x 4 تا میره پایین، 1 2 3 4. وقتی 4 تا میره پایین این میشه 4، این میشه منفی 4. حالا قدر مطلقش، یعنی اون پایینی ها میان بالا، یعنی اونایی که پایین بودن میان، یعنی این که بالا هست، این که پایین بوده میاد بالا. این 4ه، اونم 4ه. ببین یعنی شیب این خط 1 ناکن، این 4ه، اون پایین میاد بالا. حالا چی میخوای از این؟ دروازه آتابه آبی پایین تر از قرمز. آبی در چه بازه پایین تر از قرمزه؟ از اینجا. خب اینجا وسط ایناست دیگه. ببین ناکن، این هم منهای 1ه، این 4ه، منهای 4ه، درسته؟ ناکن شیب اینا یک، این فاصله 3 واحده. خب مشخصا چون شیباشون برابره این وسطشه. وسط منفی 1 و 4 میشه منفی 2.5. 1.5 1.5. این چیه؟ این منفی 1، این 4ه. وسط اینا فاصله شون 5 دیگه. وسط میشه 5/2. یعنی 1 و این 2 باشه، این میشه 1.5. این میشه 1.5. این 1.5 اونم 2.5. فاصله اینا چقدر؟ 4. 4 واحد. چقدر زیباست این سوالا، چقدر خوبه. من خودم باور میکنید سال هاست این سوالا رو، اینا حلا خیلی قدیمی هن. چند نقطه روی منحنی قدر مطلق x به اضافه 2 وجود دارد که از مبدا به فاصله 3 باشد؟ خب شکل باید بکشی دیگه. قدر مطلق x به اضافه 2 رو وقتی شکل رو میبینی، یعنی قدر مطلق x دو تا اومده. حالا چند نقطه روی این هست که از مبدا به فاصله 3 باشد؟ فاصلهش تو مبدا 3 واحد باشه. خب این که فاصلش 2 واحده، اینم فاصلش 2، پس اینجا نمیتونه باشه 3 واحد. یه دونه اینجا مثلا میتونه باشه که فاصلش 3 واحد باشه، یه دونه هم اینجا میتونه باشه که فاصلش 3 واحد باشه، پس دو تا نقطه میشه. میبینی اینا واسه چیه؟ این سوال الان واسه چیه؟ واسه اینکه درک ریاضی تو بالا ببره. fx چیه؟ قدر مطلق x2 منهای 1 منفی پشتش به اضافه. ببین من به جای 1 منهای x نوشتم x2 منهای 1، چون من با x2 منهای 1 کلا راحت ترم. من الان میخوام بکشمش اینو. حالا میگه قدر مطلقش، باشه آقا اینو من میکشم. قدر مطلق x2 منهای 1، آقا این x2 منهای 1، x2 منهای 1، آقا این قدر مطلقش، یعنی هرچی پایینه میاد بالا. خب آقا یه منفی پشتشه، خب برمیگرده پایین. کل این داستان برمیگرده پایین. آقا به اضافه 1 خوبه میره بالا. یه دونه کل داستان، یه دونه میره بالا. اینه. آقا حالا قدر مطلق این، یعنی این پایینیام میاد بالا. یعنی اینه. نگاه کن. اینه. در کدام یک از بازه‌های زیر اکیداً نزولی است؟ خب آقا اصلا این چند بوده؟ این چند بوده؟ حالا اصلا گزینه ها مشخص میکنه دیگه. اکیداً نزولی است. حالا از منفی 1 تا 0 اکیداً نزولیه. تو گزینه ها نیست منفی 1 تا 0. از منفی 3 تا اینجا، این منفی 3 این وره دیگه. از منفی 3 تا مثلا منفی 3 دوم هم اینجا هست مثلا. حالا دیگه از منفی 3 تا منفی 3 دوم اکیداً نزولیه. اگه دقیق میخوای پیدا کنی این نقطه ها رو، این رادیکال 2، این منفی رادیکال 2. چرا تا منفی 3 دوم؟ چون منفی 3 دوم منفی 1.5، رادیکال 2 منفی 1.4. اون منفی خیلی زیباست، خیلی خوبه، مثلا به شرطی که اینا رو تو حل کنی. x منهای براکت x، براکت x به اضافه 1 چند ریشه دارد؟ آقا رسم
ایکس منهای براکتشه. این حالا میتونیم اینم میتونیم رسم کنیم، فرق نمیکنه. ولی خب ما خود ایکس منهای براکت ایکس هم بلدیم. این ایکس منهای براکت ایکس دیگه. حالا براکت ایکس به اضافه یک، یعنی براکت ایکس که اینجا بود یه دونه میره بالا. خب این که اینجا بود یه دونه میاد بالا. الان چند تا جواب داره؟ چند تا جواب داره؟ یه جا به اینجا به هم خوردن جفتشون. ببین اون پر بود، اینم پر بود دیگه، این یه جاست. یه جا هم همین همین یه دونه جواب داره، فقط تو منفیه یک با هم دیگه برابرن، یه دونه این معادله ریشه داره. میتونستیم هم این کارو بکنیم. اون موقع این تو ذهنم رسیده دیگه، حالا یا سوال من نیست. آره نه سوال من نیست، سوال منه. آره اون موقع این به ذهنم رسیده، بردم اون بعد براکت 2x مساوی این سوال. این کتابو من اول سال 90 نوشتم، بعد کم کم سوال اضافه کردم، عوض کردم، تغییرات دادم، درسامه کلن کوبیدم، از اول ساختم 95 یه بار کوبیدم، تموم شد. وای فکر کنم یک ساعت شد، فکر میکنم یک ساعت شد. حالا باید ویدیوتون رو ببینم. فقط امیدوارم که استفاده کنید، فقط امیدوارم که استفاده کنید و فقط امیدوارم که استفاده کنید. به خدای بزرگ میسپارمتون تا مجموعه بعدی. این شد مجموعه هشتممون، پارت هشت حل تمرینمون تو این ایام تعطیلات. مخلص، خدا نگهدار.